با تایید اعضای 44مین اجلاس یونسکو، خط آهن به عنوان 25مین اثر فرهنگی تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این پرونده 1400 کیلومتر از خط ریلی ایران را که یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین خطوط ریلی دنیاست در خود دارد. پرونده راه آهن ایران سال 1396 تحویل یونسکو شد. آن زمان کارشناسان یونسکو بر اعمال اصلاحاتی در پرونده تاکید داشتند. ارزیابی میدانی پرونده راه آهن ایران توسط ایکوموس در سال 1398 انجام شد، اما تکمیل نکردن اطلاعات توسط ایران سهمیه کشورمان در آن سال را از بین برد. نماینده ایکوموس جهانی پیشنهاد داد تا این پرونده پس از اصلاحات بار دیگر در اجلاس دو سال بعد یونسکو مطرح شود، اتفاقی که در اجلاس امروز رخ داد. نمایندگان نروژ، استرالیا، اتیوپی، عمان، برزیل، روسیه، اسپانیا، آفریقای جنوبی و اوگاندا راه آهن ایران را جواهر مهندسی خواندند و با اشاره به اهمیت تاریخی آن در پیوند خزر و خلیج فارس از آن حمایت کردند. خط آهن ایران بر اساس دو معیار یونسکو تایید شد. نخست، تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز، و دوم، نمونه برجسته‌ای از تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ. از زمان مطرح شدن احتمالی ثبت جهانی راه آهن ایران در یونسکو، بسیاری از ساختمان‌های قدیمی راه آهن حفظ و ایده‌هایی برای تبدیل آنها به موزه یا مراکز اقامتی مطرح شده است.